سلام، امروز هم در خدمت شما هستم با یکی دیگه از برنامه‌های آموزشی در مورد گرفتن اقامت از طریق سرمایه‌گذاری در کشور بلژیک. ممنون میشم که منو همراهی بفرمایید. با اینجوری براتون توضیح شروع میکنم به توضیحاتم، که با وجودی که بلژیک یک کشور کوچیکه ولی پایتخت اروپا معرفی شده، از نظر رسمی این کشور معروف به اینکه پادشاهی داره. این کشور یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است، پایتختش بروکسل و بروکسل میزبان مقر اتحادیه اروپا است. همینطور این کشور تأثیر سیاسی زیادی روی غرب اروپا داشته. قطب دیگر اهمیت بلژیک اینه که به شهر الماس معروفه، یعنی که تجارت الماس در این کشور از نظر موقعیتی که داره، تجارت الماس در این کشور زیاد انجام میشه. همینطور بلژیک از نظر سیاسی و اقتصادی کشور باثباتیه. پادشاهی بلژیک امتیاز محدودی داره و به عنوان رئیس دولته، ولی سلطنتش سلطنت مشروط است. دو تا مجلس فدرال داره که متشکل شده از مجلس سنا و نماینده هاشون. همینطور بلژیک مشوق مالیاتی جالبی داره و همینطور مزایای مالیاتی برای تجارت و معاهده مالیاتی برای تجارت. بنابراین افرادی که اقامت بلژیک رو میگیرن خیلی معقوله این صحبت که بتونن سرمایه گذاری های خوبی داشته باشن، از نظر مالی با این افراد سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاران باشن، از نظر مالی افراد مستقلی باشن و همینطور افرادی باشن که دوست دارن اشتغال زایی در این کشور انجام بدن. این کشور از نظر اقتصادی کشور رشدی یافته به حساب میاد و یکی از کشورهایی است که بزرگترین تجارت ها را داره. همچنین با توجه به موقعیت سوقل جیشی و موقعیت جغرافیایی که این کشور داره، شبکه حمل و نقلیه خوبی هم داره. اگر فردی از اعضای خانواده شما در بلژیک زندگی میکنه، میتونه شما رو اسپانسر بشه، یکی حامی شما باشه برای اینکه بتونید برای بلژیک اقامت خودتون رو بگیرید. اگرم نه، راهی اقتصادی وجود داره، مثل این راه سرمایه‌گذاری که امروز براتون توضیح میدم، که بتونید درخواست خودتون رو به دولت بلژیک بفرمایید که بتونید کارت اقامت خودتون رو و اینکه بتونید اقامت خودتون رو از کشور بلژیک بگیرید. نیازمندی های این برنامه، یعنی برنامه گرفتن اقامت از طریق سرمایه گذاری در کشور بلژیک، بدین صورته. مثل بقیه کشورهای اروپایی، اگر شما بخواین هم شما هم هر فردی تصمیم داشته باشین که 3 ماه بیشتر در کشور بلژیک، یکی از کشورهای اروپایی، زندگی کنید، باید لطف بفرمایید اجازه اقامت بگیرید. همینطور اگر که باید بتونید ثابت کنید به دولت که وابستگی دارین به این کشور. اینطوری میتونید ثابت کنید که از افراد خانواده شما در اون کشور زندگی میکنه. یا اینکه اگر از نظر شخصی که میشه فردی رو در اون کشور داشته باشه که افراد فامیل شما باشه، اگه اون فرد رو ندارین، میتونین از نظر تخصصی به این کشور از این کشور درخواست اقامت از طریق سرمایه گذاری بفرمایید. اینطوری هست که میتونید مسیر راه اقتصادی رو در پیش بگیرید. 3 تا انتخاب برای شما وجود داره. اولا اینکه در زیر مجموعه گرفتن اقامت از طریق سرمایه گذاری. راه اول اینه که خودتون یه شرکت یا تجارت تأسیس کنید در کشور بلژیک. راه دوم اینه که بتونید سرمایه گذاری کنید در یک کشوری که وجود خارجی داره در کشور بلژیک. و راه سوم اینه که بتونید از طریق یه شرکت که در بلژیک هست، یه سرمایه گذاری در یک کشور دیگه کنید. و همینطور 2 تا راه اقتصادی وجود داره برای فردی که واجد و شرایطه که بتونه اقامت خودش رو درخواست کنه. یکی این که اون فرد باید مدیر یا کارمندی باشه که مهارت بالایی داره. دومی که فردی باشه که کارآفرین باشه، بتونه ایجاد شغل یا ایجاد کار کنه در کشور بلژیک. فردی که به اون زیر مجموعه راه اقتصادی مدیر یا کارمند میخواد درخواست خودش رو به دولت بلژیک اعلام کنه، باید فردی باشه که واجد شرایط باشه و فردی باشه که سالیانه درآمد مشخصی رو داشته باشه، که این درآمد مشخص توسط مقامات بلژیک مشخص میشه که چه مقدار مبلغ باید باشه. ولی به طور کلی اینطوری هست که باید درآمد مشخصی داشته باشه که اون درآمد مشخص رو دولت مشخص میکنه، و چون که پول بیشتری اون فرد میتونه بسازه یا میتونه درآمد بیشتری اون فرد داره، مسلما درآمد یا مالیات بیشتری هم باید به دولت بلژیک پرداخت بفرماید.
ردبندی‌هایی که توضیح دادم که یکیش ردبندی فردی بود که مدیر بود یا میتونست کارمند باشه و دومی فرد کارآفرین بود بدین صورته. حالا هر کدوم از این دو تا روش رو به اختصار براتون توضیح میدم. ردبندی اول مدیر یا کارمندی بود که مهارت بالایی داره. برای این روش فردی که زیر مجموعه این روش یا این ردبندی میخواد درخواست گرفتن اقامت خودش رو از طریق سرمایه‌گذاری به دولت بلژیک اعلام کنه، نیازی نداره که در کشور بلژیک باقی بمونه و این فرد آزاده که به کشور بلژیک رفت آمد کنه. هم شغلایی که زیر مجموعه این راه میشن مثل مشاورانی هستن که واسه یه شرکت در بلژیک کار میکنن ولی به کشورهای دیگه مسافرت میکنن، یعنی که حتما حضور فیزیکی شما در کشور بلژیک نیازی نیست. و همینطور پولی که در میاره اون فرد، فردی که مدیره یا یه کارمنده، باید از شرکتی باشه که وجود خارجی داره در کشور بلژیک. و به خاطر اینکه شما درآمدتون از کشور بلژیک به حساب میاد، باید بر اساس اون درآمد مالیات هم بدید. و چون که شما کارمند هستین، تکس رو که میدین، مالیات رو که میدین بر اساس درآمدیه که اون شرکتی که موقعیتش در کشور بلژیک هست به شما پرداخت میکنه. پس مالیات شما بر اساس درآمد شماست در کشور بلژیک دارین. مورد دوم یا رده بندی دوم در مورد فرد کارآفرین بود، فردی که تجارت خودشو داره. این فرد که تجارت خودشو در کشور بلژیک ایجاد میکنه، برای اقامت میتونه درخواست بده. حسن این روش اینه که فرد متقاضی برای واجد و شرط شدن لازم نیست حداقل یه حقوقی رو داشته باشه و اینکه مالیاتش هم مقدار قابل توجهی کمتره. چون که اینطوریه که میتونید تصور کنید که شما یه مقدار درآمد دارین، مقدار درآمدتون رو به دولت اعلام میکنین، بر اساس اون درآمد مالیات خودتون رو میدید. همینطور کسی که و ای به از طرفی هم ای به این روش اینه که پروسه زمانی طولانی تری رو سپرین فرد متقاضی باید در روش دوم طی کنه که بتونه درخواست خودش رو به دولت اعلام کنه و کارت اقامت خودش رو بده. در روش قبلی روش میزان درخواست 2 تا 3 ماه طول میکشید. همچنین برای درخواست اقامت خانواده فرد متقاضی میتونه زیر مجموعه خودش افراد خانوادهش رو سهیم کنه برای گرفتن اقامت در کشور بلژیک. همینطور هر دو تا از این رده بندی در مورد کشور بلژیک که براتون توضیح دادم شرایط خاص خودشو داره، ولی شرایط کلی هم وجود داره، همچون داشتن پاسپورت، داشتن شناسنامه، داشتن گواهی پزشکی و نداشتن سوء پیشینه از کشور مبدا، کشور ابتدایی خودتون. همینطور مورد دیگه اینه که فردی که میخواد بره به بلژیک و اجازه اقامت خودش از اون کشور بگیره، باید یه مسکن رو در کشور بلژیک تهیه کنه. اون مسکن رو باید واسش همیشه باقی بمونه، یعنی که شما اگه در کشور بلژیک زندگی نمی‌کنید، نمیتونید اون مسکن خودتون یا اون محل رو که خریدین، مدرک رو که دارین برای زندگی وقتی که نیستین در کشور بلژیک اجاره بدید. اون محل و اون مسکن یا اینکه اون موقعیت واسه شماست، واسه اینکه در کشور بلژیک زندگی کنید، چه اینکه نه. اینطوری بخوام توضیح خیلی جامع‌تر و خیلی خلاصه‌تر و ساده‌تر براتون بدم که اون خونه رو و اون مسکن رو باید همیشه خالی نگهداری، نمیتونید اجارش بدین حتی اگه در کشور بلژیک زندگی نکنید. از نظر پروسه زمانی سیستم گرفتن اقامت از طریق سرمایه‌گذاری در کشور بلژیک بدین صورته که شما درخواست ویزای خودتون رو، پرونده خودتون رو به این کشور میدین با به اضافه اینکه سوء پیشینتون و گواهی پزشکیتون رو باید داشته باشید. اینا رو به دولت بلژیک میدین، دولت بلژیک به شما یه ویزا میده. با اون ویزا وارد کشور میشین و از اونجا پروسه اقامت خودتون رو، درخواست گرفتن اقامت رو از طریق سرمایه‌گذاری به دولت بلژیک اعلام میکنید. مورد بعدی که براتون توضیح بدم اینه که کشور بلژیک مانند بقیه کشورهای اروپایی به شما اجازه رو میده 2 تا پاسپورت داشته باشید، یعنی که میتونید هم پاسپورت بلژیکی رو بگیرین یا اینکه پاسپورت کشور خودتون رو نگه دارین، یعنی که میتونید کلا فردی باشین که 2 تا پاسپورت از 2 تا کشور دارن. مالیات این کشور هم چگونگی پرداخت مالیات مثل پرداخت مالیات در تمام کشورهای اروپایی، به این طریق که اگر شما 183 روز و بیشتر از 365 روز یعنی اگر 183 روز و بیشتر در عرض 1 سال در کشور بلژیک زندگی کنید، مقیم اون کشور به حساب میایین. وقتی که مقیم اون کشور به حساب میایین، درآمد شما مالیات شما بر اساس درآمد جهانی و درآمد داخل کشور به حساب میاد. همینطور اگر که کمتر از 183 روز در عرض سال، یعنی اگه 183 روز و کمتر از 365 روز در کشور بلژیک زندگی کنید، مقیم به حساب نمیایین. پس درآمد شما
بر اساس مالیات شما بر اساس درآمد در داخل کشور بلژیک محاسبه میشه. محاسن این برنامه، یکی از محاسن برنامه گرفتن اقامت از طریق سرمایه گذاری در کشور بلژیک این هست که شما با داشتن اقامت در بلژیک میتونید در منطقه شنگن آزادانه رفت آمد کنید و مسافرت کنید. همینطور شما به قلب اروپا دسترسی پیدا میکنید. بلژیک از نظر مالیاتی سیستم مالیاتی داره که برای یه فرد که کارمند به حساب میاد و یه فردی که تجارت راه میندازه در این کشور مالیات کمتری این افراد قرار پرداخت کنن. همینطور امکان دریافت به شهروندی یا سیتیزنشیپی یا گرفتن پاسپورت بعد از 5 سال که به طور قانونی اقامت داشته باشین در کشور بلژیک برای شما مقدور، یعنی ابتدا اقامت میگیرین بعد از 5 سال میتونید واسه سیتیزنشیپی واسه شهروندی خودتون و گرفتن پاسپورت درخواست بفرمایید. همینطور بعد از 5 سال که در کشور بلژیک بمونید ملیت شما میتونه به ملیت بلژیکی مبدل بشه. مرسی که امروز هم منو همراهی کردین. امیدوارم که توضیحات امروز من مورد قبولتون واقع بوده باشه. ایام بکام.